بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. حافظه پاک نشدنی ملت ایران بعد از گذشت بیش از 30 سال هنوز هم خاطرات رشادت ها و دلیر مردی های رزمندگان و جهادگران 8 سال دفاع مقدس رو به یاد داره. روزهایی که مرد و زن این کشور حماسه آفریدند و از سرزمین مادریشون دفاع کردند. در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری بنا داریم با نگاهی کوتاه به رشادت های پاسداران انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس به نقش و تأثیر نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حراست از مرزهای هوایی و دریایی کشورمون بپردازیم. سردار دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و سردار سرتیب پاسدار امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میهمان ما در استودیو گفتگوی ویژه خبری هستند. به امید 3 روز جنگ را آغاز کردند، اما هرچه گذشت شرایط سخت‌تر شد. همه پشت یک رژیم بعثی به میدان آمده بودند. جنگ نیابتی بود و در هوا و زمین و دریا ادامه داشت. رزمندگان ایرانی در دهلاویه و مهران و مجنون و خرمشهر یک جنگشان با سربازهای عراقی بود و جنگ اصلیشان با تجهیزات نظامی غربی. ایران تحریم بود و تجهیزات نظامیش محدود. هر 4 موشکی که تو فرانسه ساخته میشد 3 تاشو میدادن به عراقی. وضعیت در تهران قرمز بود، در آن سوی مرزها سفید. قدرت‌های فرامنطقه‌ای با کمک صدام چشم به فتح تهران دوخته بودند، اما هر روز که به پایان نزدیکتر می‌شدیم جنگ برای متخاصمان سخت‌تر می‌شد. رزمندگان اسلام در جبهه‌ها می‌جنگیدند و متخصصان در پشت جبهه‌های جنگ در حال طراحی بودند. جهاد خودکفایی آغاز شده بود، هنوز هم ادامه دارد، چون تهدید دشمن هم هنوز ادامه دارد. تلاش در عرصه خودکفایی نظامی و دفاعی این روزها نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و بالاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به مرحله‌ای از بازدارندگی رسانده است که هیچ نیروی متخاصم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حتی توهم تجاوز را هم از ذهن خود نمی‌گذراند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در طول سالهای جنگ و پس از جنگ با تشکیل نیروهای تخصصی نظامی در حوزه زمینی، هوافضا و دریایی تمام تلاش خود را برای رسیدن به توان حداکثری بازدارنده نظامی به کار بسته و نتیجه آن در طول سالهای شکلگیری انقلاب اسلامی و پس از جنگ اقتدار نظامی ایران اسلامی را موجب شده است. نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سالهای پس از جنگ تا چه حد توانستند اهداف ترسیم شده در رسیدن به اقتدار نظامی حداکثری جمهوری اسلامی ایران را تضمین کنند و برنامه‌های این نیروها در آینده چیست؟ جناب فدوی، جناب حاجی زاده، عرض سلام دارم محضر هر دو بزرگوار. خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. هفته دفاع مقدس رو هم محضر هر دو عزیز تبریک عرض میکنیم. سردار فدوی، چرا باید هفته دفاع مقدس گرامی داشته بشه بعد از 30 و اندی سال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. نه تنها بعد از 27 سال هفته دفاع مقدس گرامی داشته میشه، بلکه مطمئناً سالهای بسیار بسیار طولانی و انشالله وقتی که انقلاب اسلامی به صاحب اصلیش حضرت صاحب الزمان تحویل داده بشه، تا اون موقع حتما اون چیزی رو که در 8 سال دفاع مقدس به منصه ظهور رسید حتما شمرده میشه به صورت بسیار بسیار اساسی تر از الان گرامی، به خاطر اینکه بروز پیدا کرد در اون 8 سال اون قابلیت هایی رو که خداوند در بندگان خودش گذاشته
و در اختیار اونها گذاشته که این قابلیت‌های خدایی رو بروز بدهند یا بروز ندهند. در طول تاریخ کم پیدا شد که این قابلیت‌های خدایی بروز پیدا کنه، حتی وقتی که بعضی از ائمه معصومین نیاز داشتن که بندگان خدا به پیروی اونها بیان در صحنه‌های نبرد، مثل صحنه کربلا که امام خودشون رو تنها گذاشتن. ولی این افتخار برای ملت ما باقی است که پیروی سلاله امام حسین علیه السلام، حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، به میدان اومدند و اون حماسه‌های بسیار بسیار عظیم را آفریدند، حماسه‌هایی که سرمایه‌ای شد به برکت امام، به برکت خون شهدا سرمایه شد برای انقلاب اسلامی تا سالهای بسیار بسیار طولانی. همینطوری که همکار شما فرمود، به صورتی که حتی توهم چپ نگاه کردن به انقلاب اسلامی رو از دشمنان، نه دشمنان معمولی بلکه دشمنانی که به حسب ظاهر و دنیایی و مادی دشمنی بزرگتر از اون مورد تصور نیست، امریکا و همه همپیمانانش، اونها هستن که الان جرأت چپ نگاه کردن و جرأت تهدید کردن انقلاب اسلامی رو ندارن، بلکه در موضعی قرار دارن که بهش میگیم موضع انفعالی. و این در صحنه‌های مختلفی که بین ما و امریکایی‌ها طی سال‌های طولانی، عملا از سال 65، آخر 65 تا الان هیچ وقت قطع نشده، همواره برقرار بوده. این امریکایی‌ها بودن که هر روز در موضع انفعالی قرار گرفتن و رزمندگان اسلام در موضع ابتکار عمل. این صحنه است مشخص و معلوم. همین الان بینندگان عزیز اهل تحقیق باشن، اهل سرچ کردن در اینترنت باشن، وضعیت امریکایی‌ها را کاملا در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریاها بین ما و اونها می‌بینن. این به برکت اون عظمتی است که آفریده شد. وقتی که انسان‌های بسیار بسیار زیادی، نه تعداد قلیل بلکه مردم ما در تعداد انبوه پشت سر حضرت امام اومدن و به ندای امام لبه گفتن و اون چیزی رو که از یک انسان مسلمان انقلابی انتظار هست انجام دادن در 8 سال دفاع مقدس. و خب طبیعی است خداوند فرموده که شما اقدامی رو که من از شما خواستم انجام بدید، بقیهش مربوط به خود منه. من یتق الله یجعل له مخرجا. یتق الله بال بندگان خداست، بقیه وعده‌های خدا مربوط به خودشه و قطعا وعده خدا تخلفی درش نیست و قطعی است و این محقق شده است. نگاه کنید در دنیا چه وضعیتی وجود داره، چه آشوبی برقرار، چه ناامنی برقرار است، ولی منطقه امنی که در هیچ کجای اون علارغم همه دشمنی هایی که دشمنان ما دارن عدم امنیتی به چشم نمیخوره، این به برکت اون 8 سال دفاع مقدس است. و حتما ما گرامی داشته بشه و انشالله که ما این توفیق رو داشته باشیم همه ما ها که بتوانیم ذره ای از اون چیزی رو که در اون 8 سال اتفاق افتاد گرام بداریم انشالله. صدر حاجی زاده، این حافظه تاریخی ملت ایران بعد از گذشت حدود 3 دهه، همین رشادت ها و جانفشانی ها و همین پیروی کردن ها از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو فراموش نمی کنه، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت ملت شریف ایران، خانواده محترم شهیدان، ایثارگران و اونهایی که در واقع صاحبان اصلی این انقلاب و این کشور هستن. خب مستحضر هستید که به هر حال حدود 20 ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که این جنگ بر ملت ایران تحمیل شد، یعنی هنوز پایه‌های انقلاب و ارکان این کشور کامل نشده بود و هنوز انقلاب نهالی بیش نبود و با اون شرایطی که ما در ارتش داشتیم، سرانم متواری شده بودن و سپاهی هنوز به این وضعیتی که امروز هست شکل نگرفته بود، ملت ما آمادگی نداشتن. خب یک جنگی بر ما تحمیل شد، ائتلاف نانوشته‌ای شکل گرفت بر علیه ما. بیش از 30 کشور از صدام حمایت کردند
و اون روز تنها موضوعی که غرب و شرق، شوروی و امریکا روی اون توافق داشتن، مثل سالی که شهید بزرگوار مطهری میزنن، هر دو مثل دو تیغه قیچی عمل کردن، دو تیغه یک قیچی عمل کردن و اروپا، کشورهای عربی همه اومدن به حمایت صدام و خب یک همچین جنگی رو بر علیه ما راه انداختن و هدف اونها هم دو چیز اساسی بود: یک، مقابله با انقلاب اسلامی، مقابله با اصل اسلام، و در واقع جدا کردن بخشهایی از کشور. و خب پایمردی، استقامت و پایداری این ملت و حفظ انسجام این مردم مسلمان، پیروی از رهبری خودشون، باعث شد که برای اولین بار در واقع معادله به هم بخوره و ما در تاریخ سراغ نداریم که یک عده قلیل با اون شرایط تحریم، با اون مشکلات و حمایت یک طرفه از طرف مقابل بتوانن پیروز بشن. خب طبیعتاً این قطعه گوهربار تاریخ ما فقط مربوط به یک مقطع نیست، این در تاریخ کشور ما همواره خواهد درخشید. امروز برای ما عزت به وجود آورده و این عزت و امنیت مخصوص دیروز نبوده، امروز وجود داره و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. و اینی که می‌بینیم ما بعد از اون دوره امنیت خوبی رو در کشور داریم و دشمنان ما دیگه نتونستن به راحتی محاسبه بکنن و بر علیه ما جنگی رو راه بندازن. شاید اون دوره اگر ما ملت ما خوب عمل نمی‌کرد، ما بارها و بارها باید شاهد جنگ‌های بزرگتری می‌بودیم. و اون حرکت مقتدرانه ملت شریف و مسلمان ایران و پیروی از ولایت فقیه این کشور رو بیمه کرد و این شرایط همچنان ادامه داره و این روزها یادآور اون استقامت‌ها، دلاوری‌هاست و ما به هر بهانه‌ای شده باید دائما اینها رو تکرار کنیم. ملت ما، جوانان ما در واقع این خاطرات رو تکرار کنن و به یاد بیارن که نقطه قوت ما کجا بوده و اون رو انشالله تقویت کنن. انشالله. صدر فدوی، به یک مثال دو لبه تیغ تیز قیچی سردار اشاره داشتن. نیروی دریایی سپاه پاسداران در مقابله با این دو لبه تیز قیچی خب خیلی خوب نقش‌آفرینی کرد. فکر کنم حدود سال 1364 بود که زمزمه های تشکیل نیروی دریایی در کنار نیروی زمینی قهرمان سپاه شکل گرفت. راجع به اهمیت نقش و حضور نیروی دریایی در دفاع مقدس میخوام از منظرتون بپرسم، چقدر با اهمیت و پررنگ بود این حضور؟ این یک دقیقاً روز 26 شهریور سال 64 حکم حضرت امام برای تشکیل سه نیروی سپاه، زمینی، هوایی و دریایی صادر شد. ما در اون زمان قرارگاه نوح علیه السلام که بعداً شد قرارگاه مقدم نیروی دریایی سپاه، به صورت شبانه روز مشغول آماده کردن منطقه عملیاتی و فج 8 بود، در ابعاد شناسایی و اطلاعات عملیات و در ابعاد مهندسی. خب این در این زمان حکم حضرت امام صادر شد و ما همچنان روند والفج 8 رو ادامه دادیم و بعد از والفج 8 کربلای 3، کربلای 4 و کربلای 5 تا زمستان سال 65. زمستان سال 65 به دنبال عملیات های والفجر 8 و کربلای 5 تحلیلگران دنیا، خاصه امریکایی‌ها که تا قبل از اون یک تحلیلی پیدا کرده بودند که این جنگ غالب و مغلوب ندارد و این حالت مطلوب کشورهای دیگه خاصه غربی ها بود، خیلی منافع برای اونا داشت و ضرر هم نداشت و ضرر ادامه جنگ صرفا برای ما و روالی بود که انقلاب اسلامی درست کرده بود. خب عملیات های والفجر 8 و کربلا 5 این تحلیل رو به هم زد و برعکس کرد که این جنگ حتما غالب و مغلوب دارد. دقیقا این زمانی است که امریکایی ها تصمیم گرفتن به صورت مستقیم وارد صحنه جنگ شدن. عملا امریکایی ها از زمستان سال 65 به تعداد زیادی ناو وارد خلیج فارس شدن برای اینکه دست عراقی ها رو باز بذارن که هر اون چه که مربوط به ما هست در دریا، جزایر
و سواحل خلیج فارس مورد حسابات قرار بدن. یعنی صادرات نفت ما که تمام اداره کشور و بول نفت بود، همه واردات کشور که از دریا صورت می‌گرفت، واردات برای اداره کشور و واردات برای اداره جنگ و همه زیرساختایی که طی ده‌ها سال توی منطقه توسط ایران درست شده بود، اینها مورد اصابت قرار بگیره. از اون طرف امریکایی‌ها با نافاشون و با بیش از 500 فروند هواپیما حضور پیدا کردن که ایران طبق روالی که در گذشته میتونست اقدامات متقابل انجام بدهد، توسط نیروهای دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی اقدامی رو نتواند بکند. تحلیل هم میکردن به لحاظ شناختی که از توانمندی ارتش در نیرو هوایی و دریایی دارن، میتوانن به این مقابله دست بزنن. و در زمستان سال 65 در اوج عملیات کربلای 5 که ما در حد اکثر فشار دادن گلوی صدام در جبهه زمینی بودیم، به لحاظ حضور امریکایی‌ها و دست بازگذاشتن عراقی‌ها، در دو جا به ما فشار آوردن، یکی در دریا و یکی در جنگ شهرها، موشک زدن‌ها و حمله هواپیماهای عراقی در این زمان به شهرهای ما در اوج خودش بود. فشار در دریا به صورتی شد که در مقاطعی صادرات نفت ما که بیش از 3 میلیون بشکه در روز بود، به زیر 100 هزار بشکه در روز رسید. در حالی که قیمت جهانی نفت 18 دلار بود، قیمت نفت ایران 6 دلار بود و این اگر ادامه پیدا می‌کرد، میتونست شرایط بسیار سخت‌تری رو بر ما تحمیل کنه. در این زمان به نیروی دریای سپاه ابلاغ شد که به صحنه دریا بروند. ما دقیقاً وسط عملیات کربلا 5 به عنوان یکی از سه قرارگاهی که در منطقه عملیات کربلا 5 در حال عملیات بودیم، از منطقه عملیاتی کربلا 5 جدا شدیم، به بوشهر رفتیم. جا داره که یاد کنیم از شهید شلمچه، شهید خرازی، دقیقاً این مأموریت به سپاه در روز شهادت شهید خرازی به نیروی دریای سپاه داده شد و از فردای اون روز تدارک دیدیم و در کمتر از 18 روز بعد اولین عملیات مقابل مصر رو در عمق آبهای خلیج فارس انجام دادیم. این عملیات شروع 5-9 عملیاتی بود که تا قطعنامه ادامه داشت. عملیات مقابل مصر، عملیات های ویژه که هنوز هم به لحاظ شرایطی که اون عملیات ها داشته و داره و خواهد داشت، ما تشریح کابل همچنان نمیتونیم از اون عملیات ها بکنیم. عملیات های موشکی ساحل به دریا، عملیات های رو در روی که شناورهای با ناوهای امریکایی داشتن و عملیات هایی که به پشتیبانی از این 4 تا عملیات بیباس انجام میشد. اون عملیات ها به وضعیتی در اومد که امریکایی‌ها معترف بودن خودشون در کی؟ در آخر بهار سال 66. 3 ماه بیشتر نبود که سپاه وارد این صحنه جدید شده بود. امریکایی‌ها، این جمله تقریبا ترجمه تحت لفظی که مقام پنتاگون است، ناوهای نظامی ما به خلیج فارس نه تنها قادر نیستن مأموریت‌های خود را انجام دهند، بلکه حتی قادر نیستن از خود در برابر قایق‌های تندرو سپاه دفاع کنن. چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفته؟ این عراقی‌ها نیستن که در خلیج فارس هستن، این امریکایی‌ها هستن که در خلیج فارس هستن. بعضن کشورهای مثل انگلیس و اینا به عنوان همپیمان امریکایی‌ها کمکشون می‌کردن. این چه توانمندیه، چه عاملی است که باعث می‌شود که اولا هیچ یک از رزمندگان نیروی دریای سپاه، از فرمانده نیرو تا اون رزمنده‌ای که روی شناور بود، حتی یک سلول مغزش هم بهش خطور نکند که نمیشود. گفته شد به دریا بروید برای مقابله با امریکایی‌ها، نه برای مقابله با عراقی‌ها. با همه اون چیزی که در سالهای جنگ تدارک دیده بودیم، با شناورها، با سلاح‌ها، با تجهیزات، به اون صحنه رفتیم برای اینکه تکلیفی بود که برای ما صادر شده بود. این همون چیزی است که در آیه قرآن وعده داده شده که اگه تکلیفی به عهده شماست اون تکلیف رو انجام بدهید، بقیهش مربوط به خداست. یجعل له مخرجا، مربوط به خداست. خدا شما رو از بنبست میاره بیرون و روزی از جا میرسه که تصور نمی‌کردید. و همین اتفاق در خلیج فارس افتاد. به جای اینکه اونها از خلیج فارس استفاده کنن برای اینکه گلوی ما رو در جنگ
فشار بدهند، ما گلوی دنیا را، نه گلوی عراقی ها را، گلوی دنیا را در خلیج فارس فشار دادیم که همچنان فرماندهان نظامی امریکا، فرماندهان نیودلهی و مسئولین پنتاگون از اون روزها به عنوان روزهای بسیار تلخ و سخت خودشون یاد میکنن. بالاخره امریکایی‌ها در این سالا ناو 1 میلیارد دلاریشون از دست دادن. 139 تا عملیات مقاومت انجام شد با اسکورت امریکایی‌ها، با حضور 86 ناو جنگی امریکایی و 500 فروند هواپیمای امریکایی. این چه توانمندی است؟ توانمندی نیروهای انقلابی، نیروهای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک نیروی نظامی نیستن. نمیشه به ما گفت ما یک نیروی نظامی هستیم، ما یک نیروی انقلابی هستیم که در هر صحنه متناسب با نیاز اون صحنه بروز پیدا میکنیم و مسلماً به لحاظ اون موضوع اولی، یعنی انجام تکلیف، نتایجی که به بار میاد چون مربوط به خداوند است بهتر نتایج است. سردار عزیزاده، به دنبال این نتایج و این نیروی الهی هم در نیروی هوایی سپاه پاسداران هم باید باشیم. نقش بی‌بدیل و پررنگی رو در 8 سال دفاع مقدس به شرایطی و از 64 به بعد به شرایطی ایفا کردن. راجع به این ایفای نقش نیروی هوایی سپاه در زمان جنگ بفرمایید. بله، در واقع دو مأموریت اصلی کل سپاه و به تبع اون نیروی هوایی اون زمان عهده‌دار بود. ما هم وظیفه دفاع داشتیم، هم وظیفه تشکیل سپاه رو داشتیم. یعنی در حین جنگیدن باید سازماندهی میکردیم، آموزش میدادیم، تجهیزات تامین میکردیم. خب اینها کارهایی بود که معمولاً به این شکل در ارتشهای کلاسیک، خب از قبل اینها رو آماده میکنن، سازماندهی میکنن و بعد وارد مأموریت میکنن. ما در این مأموریت باید این کارها رو انجام میدادیم. خب طبیعی بود این کار سخته، ولی به هر ترتیب عزیزان ما، رزمندگان ما در طول جنگ تا پایان جنگ این روش رو، این روال رو عهده‌دار بودن. در اون مقطع ما یکی از مأموریت‌هامون در بخش موشکی زمین به زمین بود که تا آخرین روزهای جنگ در واقع وظیفه مقابله به مثل و کاهش شرارت‌های صدام رو داشت. و خوبه که یادی بکنیم از شهید بزرگوار، شهید حسن تهرانی مقدم، که پایه‌گذاری در واقع موشکی زمین به زمین رو در سپاه عهده‌دار بودن و از ابتدای در واقع سال 1963 تا پایان جنگ این روال سازماندهی، تشکیل موشکی و تو عمل اجرای مأموریت‌ها ادامه داشت. و خب نتایج اون بر کسی پوشیده نیست و توضیح زیادی و در ارتباط با اثرات این کار فکر نمی‌کنم ضرورت داشته باشه. بخش دوم در زمینه پدافند بود که در کنار برادران ارتش جمهوری اسلامی ایران ما وظیفه هم تشکیل هم در واقع اجرای مأموریت‌های پدافندی در خیلی از مناطق عملیاتی خود سپاه و در سرتاسر جبهه رو به هر حال عهده‌دار بودیم. و عزیزان رزمنده ما خب تعداد زیادی از هواپیماها رو مورد اصابت قرار دادن و شاید نقطه اوج اون هواپیمای میگه 25 بود که در فضای اصفهان تونستن مورد اصابت قرار بدن و بعد از اون تاریخ بود که دیگه هواپیمای میگه 25 که هم تهران هم شهرهای بزرگی مثل اصفهان رو مورد تهاجم قرار میداد از ارتفاع بالا، دیگه تقریبا این پرواز ها قطع شد و یک امنیت نسبی در شهرها برقرار شد. و بخش دیگر که مجموعه بدون سرنشین بود، اون روزها امکانات ابتدایی ساخت داخل برای بچه ها خودشون در جبهه ها اینها رو می ساختن و در مسافت های خیلی کوتاه خطوط مقدم رو در واقع رصد می کردن، کار شناسایی انجام می دادن. و در کنار این ما تعداد کمی پرنده داشتیم، یعنی بالگرد و هواپیما داشتیم، ولی خلبانان ما و عزیزان ما که در واقع شناخت کافی در واقع صنعت و بخش مأموریت هوایی داشتن، کار ارتباط و هماهنگی و بکارگیری بخش هوایی ارتش رو در جبهه ها داشتن و در قرارگاه حضور پیدا میکردن و در واقع در هدایت هوایی
در واقع کمک میکردن که لشکرها و لطیفهای سپاه بتونن در واقع حمایت هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشن. و خب توأم با این اجرای ماموریت ها سازماندهی، تشکیل و توسعه یگانها ادامه پیدا کرد در پایان جنگ و خب طبیعتاً بعد از اون دیگه این سرعت خیلی بیشتر شد. بسیار خب. من یه درخواستی از هر دو بزرگوار داشته باشم و اون این که اگر با توجه به تعدد سوالات ما محبت کنید پاسخ‌ها کوتاه‌تر باشه ان شاءالله بتونیم گپ و گفت بهتر منظور به شما صحبت کوتاه سردار ببینید ایستادگی رزمندگان اسلام در مقابل رژیم بعثی تا بن دندان مسلح عراق واقعا یک شاهکار و یک معجزه الهی بود. امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل تجاوز احتمالی دشمن چه پاسخی داره؟ من فکر میکنم عملکرد نیروهای مسلح و به تبع اون سپاه در بعد از پیروزی انقلاب و بعد از 8 سال دفاع مقدس خودش گویای این توانمندی هست. یعنی ما نیازی توضیح بدیم که چیکار میکنیم یا چیکار نمیکنیم. شما نگاه بکنید سه جنگ بزرگ در اطراف ما شکل گرفته و اتفاقاتی که بعد از این جنگ های بزرگ در مراحل تروریستی حالا هم در سوریه هم اخیراً در عراق و ناامنی هایی که در پاکستان و در افغانستان هست، یعنی ایران مثل یک جزیره‌ای در بین این ناامنی ها وجود داره. شما نگاه بکنید با این مرزهای طولانی چه آبی چه خشکی چه در بخش فضای کشور، خب اگر نبود این رزمندگان ما در همین دوره دفاعی که دارن میکنن و اقدامات مؤثری که دارن در بخش‌های مختلف انجام میدن، چه در بخش سپاه چه بسیج چه ارتش چه نیروی انتظامی، همه رو منظورمه، اگر کارها اینا مؤثر نبود مطمئن باشید که این حرکت‌های امریکا یا در منطقه در واقع بهانه‌ای بوده برای کشوندن این ناامنی‌ها به داخل کشور. امریکایی‌ها مطمئنند که با ورود مستقیم در جنگ با ایران موفق نخواهند شد، چون اون 8 سال رو تجربه کردن، دیدن، لذا دنبال این هستن که به هر حال با ایجاد ناامنی، با حرکت‌های در واقع مثل همین جنگ های نرم و از این دست و جنگ اقتصادی به دنبال تضعیف ما هستن که نهایتا صدمه بتونن به ما بزنن. ولی به هر حال این تلاش مؤثر نیروهای نظامی و انتظامی ما باعث شده که این ناامنی ها به هیچ وجه به داخل کشور ما رسوخ پیدا نکنه و ما اگر اون جمله‌ای که من خدمت شما گفتم در واقع شاکلید اساسی ما در دفاع 8 ساله بود، اگر اون رو ما بتونیم خوب عمل بکنیم مطمئنن هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه بر علیه ما کار بکنه. یعنی حضور یک پارچه ملت مسلمان با پیروی و اطاعت محض از ولایت فقیه، هیچ کشوری هیچ قدرتی هیچ کاری در ارتباط با ما نمیتونه بکنه. یعنی مطمئنن اگر ما یک پارچگی رو حفظ کنیم، این انسجام رو حفظ کنیم، این اطاعت رو داشته باشیم و دقیقا نگاه بکنیم به دو لبان مبارک رهبری که چه میفرمان همون عمل بکنیم، هیچ اتفاقی برای این کشور نمیفته. این مملکت بیمه است. سردار فتحی، این مملکت بیمه نقش خیلی کلیدی هم داره در منطقه ایفا میکنه. این نقش محوری، این در صدر بودن از کجا به دست اومده؟ من راجع به اون سوال قبلتون یه اشاره بکنم. نگاه کنید برای اینکه این موضوعی که فرمودید به شفافتر بشه، شما به ماهیت دشمنی دشمنان اگه توجه بکنید یه کلیدی بسیار خوبی است. چه ماهیتی این دشمنی دشمنان ما داره؟ آیا ماهیت بر سر مسائل اقتصادیه؟ آیا بر سر مسائل سیاسیه؟ آیا بر سر نفوذ منطقه‌ایه؟ آیا بر سر مسائل انرژی است؟ چیه ماهیت ایناست؟ دعوایی که با ما از روزهای اول انقلاب شروع کردن، آیا این ماهیت این مسئله‌ای که در دنیا هم بین خیلی از کشورها بوده هست و خواهد بود؟ قطعا ماهیت این دشمنی از این جنس و از این نوع نیست. این ماهیت، ماهیت حق و باطلی، هیچگاه حق و باطل در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. این به معنی اینه که اگر باطل که به سردمداری امریکایی سالهای طولانی است
در روبروی ماهیت حق انقلاب اسلامی قرار گرفته. اگر بتوانند تا فردا آثاری از انقلاب نباشد، به پس فردا مفلش نمی‌کنند. اینی که این سالهای طولانی گذشت، الان 27 سال از پایان جنگ می‌گذره، به لحاظ ماهیت حتی یک روز باطل نمیتونه حق رو تحمل کنه. ولی به چه لحاظی بعد از عبور 25 27 سال هر روز این احتمال کمتر شده و الان دشمنان ما تصور اقدام علیه ما را جرأت نمیکنن بکنن؟ به چه خاطری است؟ به خاطر اینکه یک توانمندی در این نظام به وجود آمد که این توانمندی به دشمن قطعیت داده که اگر اقدامی علیه این انقلاب صورت بگیره، ضرر اون اقدام از نفعی که خواهد بود بسیار بیشتره. اینو بهش میگن توان بازدارنده. البته اصل اول توان بازدارندگی قبول توسط دشمن شماست، نه ادعای خودتون. اگه شما فقط ادعا بکنید و دشمن قبول نداشته باشه که اصلا اثر نداره. علت این که 27 سال از جنگ گذشته و این همه بساط رو با در اطراف ما و در منطقه به وجود آوردن و همش برای ما بوده، نه برای به صورت مستقل برای اون کشورها بوده، به خاطر اینه که دشمن مطمئن هست که در این اصل اول قطعیت با ماست، یعنی ضرر هر کاری علیه ما از نفعش بسیار بسیار بیشتره و این توانمندی است که به وجود آمده. این یه مطلب بسیار مهمی است که به وجود آمده که این توانمندی بر چه مبانی به وجود آمده. آیا ما بر اساس مبانی که دنیا بر اساس اون قدرت درست میکنه این توانمندی رو به وجود آوردیم؟ اگه این تو باشه که ما خیلی عقب‌تر از دنیا هستیم. اصلا شما نگاه کنید پولی که کشورهای دنیا خرج توان میکنن اصلا قابل مقایسه با ما نیست. نگاه کنید یک سال امریکایی‌ها که دشمن ما هستن بوده 800 میلیارد دلار هزینه نظامیشون است. ما چند سال نفت بفروشون میشه 800 میلیارد دلار؟ اصلا هزینه یک ناو آمریکایی من شده که از بودجه نگاه یک نیروی این نظامی این کشور. جمله ببینید، این جمله وزیر دفاع امریکا و فرماندهان امریکایی است. عنوان میکنن که به لحاظ این توانی که در جمهوری اسلامی به وجود آمده است، ما میباید که استراتژی دریایی خودمون عوض بکنیم. میدونی که نیروی نظامی امریکا یک نیروی دریاپایه است. به خاطر اینکه سرزمین اصلیش از سرزمین‌های دیگه دنیا دور است، با توان دریایی و در همه جا حضور پیدا کنه. میگن که ما یک ناو هواپیمابر رو با 13 میلیارد دلار، یک ناو هواپیمابر 13 میلیارد دلار میباید بسازیم. وقتی به منطقه خلیج فارس وارد میشه، نیروی دریایی سپاه با قایق‌های تندرو میتونه این ناو رو غرق کنه. و ما بیباید که این استراتژی رو عوض کنیم. یک ناو 13 میلیارد دلار. فکر میکنه 13 میلیارد دلار پولیه که ما طی چند سال در نیروهای مسلحمون هزینه میکنیم. سالهای بسیار طولانی باید بشه تا 13 میلیارد دلار بشه. این توانمندی انطباق با همه چیزی که مربوط به ما داره، از جمله همین توان اقتصادی ما، از جمله یک انطباق بسیار اساسی داره که اون توان آدمهای انقلاب اسلامی که این اثر محیط بر همه اثرات دیگه مثل سلاح و بقیه امورات دیگه داره و یک انطباق قطعی هم داره و اون انطباق با تهدید انقلاب اسلامی، یعنی امریکایی ها. کشورهای دیگه، کشورهای همتراز ما در مخیله هیچ کس از اون کشور نیست که تهدید ما هستن. الان هیچ کشوری در دنیا ادعای تهدید انقلاب اسلامی رو نداره. فقط امریکا هستن که بعضی موقع ادعای موضوع دارن، به صورت عملی هم ندارن. ما در خلیج فارس اگه میتونستید شما، این صدا و سیمای ما میتونست که 3 روز 2 روز همراه با رزمندگان و روی شناورها در خلیج فارس، تنگیرموز و در عمان حضور پیدا کنه. این رو به صورت عینی میتونست ببینه که امریکایی‌ها در موضع انفعال هستن، نه در موضع اعمال تهدید. این به لحاظ این که اون روند در انقلاب اسلامی برقرار هست و موجود هست و همین الان ما ازش برخوردار هستیم و امریکایی‌ها اون چیزی رو که از ما میدونن که به سالهای 8 سال 1.5 سال 8 سال دفاع مقدس برمیگرده، نسبت به اون چیزی رو که نمیدانن بسیار بسیار ناچیز.
ولی موقع این رو میفهمن که دیگه دیر هست. یعنی از توانمندی ما موقعی مطلع میشن که اون موقع برای ناوهای امریکایی و برای نیروهای نظامی امریکا دیر از فهمیدن این و زمانی برای تصمیم درست نخواهند داشت، که البته خب تو این سالهای طولانی مشخص است که اشتباه محاسباتی رو نداشتن. سردار، به نقش دوگانه آمریکا اشاره داشتن سردار فدوی، و خب ما می‌بینیم الان هم توی منطقه خودشون دست پرورده، خودشون همین گروهی که تروریستی تکفیری داعش رو که خودشون با این فتنه اینو به راه انداختن، حالا به عنوان میانجی میخوان نقش آفرینی بکنن و ادعای این نکته رو دارن. وزیر خارجه اون ادعا میکنه که داعش وارد بغداد داره میشه، اقلیم کردستان و نکاتی از این دست. از این نقش دوگانه آمریکا برام بگید و وظیفه‌ای که ایران در این صحنه داره بازی میکنه. ببینید، آمریکایی‌ها استاد جنگ روانی، بوقای تبلیغاتی هم اندازه کافی در اختیار دارن. این حرکتی که اخیراً راه انداختن، ائتلاف 40 کشور، حرکتی که بر علیه داعش، اینا در واقع دنبال این هستن که آنچه که در حافظه ملت‌ها در گذشته نچندان دور به وجود اومده اون رو پاک کنن. خب بالاخره مردم یادشونه که کشورهای 30 کشور یا کمتر یا خورده بیشتر دوست سوریه جمع شدن تو ترکیه، ائتلاف کردن. برای چی بود اینها؟ همین گروه داعش و امثال هم رو اینا درست کردن. این سلاح‌های اینا از کجا اومده؟ پول‌های اینا از کجا اومده؟ کی به اینا آموزش داده؟ کی اینا رو سازماندهی کرده؟ این بر کسی پوشیده نیست. خود سران امریکایی هم در گذشته نه چندان دور خودشون اقرار کردن که ما حمایت کردیم، ما آموزش دادیم، ما اینها رو درست کردیم. اینا دست پرورده خود اینهاست. خب قرار اینها این بود که این داعش حرکت بکنه از سوریه، بیاد شمال عراق رو بگیره، مسیر رو ادامه بده، بغداد رو تسخیر بکنه و بیاد حکومت مرکزی رو ساقط بکنه. و اون موقع امریکایی‌ها به عنوان ناجی وارد بشن و بیان اونجا و در واقع اشتباهی که در گذشته شاید کردن این رو اصلاح بکنن، در واقع بشن حاکم منطقه و حاکم عراق. دنبال این بودن. خب حالا این سناریوشون اجرا نشد، اومدن در پشت مرزهای بغداد گیر کردن، پشت مرزهای سامرا گیر کردن و دیدن که این اتفاق افتاد. اینم با کمک ایران بود. بله، ایران کمک کرد، کمک مستشاری کرد و سریعا نیروهای مردمی عراق رو سازماندهی کرد. خب فتوای سیستانی و مراجع گرانقدر عراق و پای مردی دولت مردای عراق خب باعث شد که این سناریو شکست بود. حالا شروع کردن از تمام دنیا، همونایی که پول خرج کردن، همونایی که آموزش دادن، همونایی که در واقع حمایت کردن، حالا اومدن برای چی؟ اومدن حافظه دنیا رو پاک کنن، حافظه مردم رو پاک کنن، در صورتی که اصلا این حرکت ها لازم نیست. یعنی واقعا 40 کشور نیازه، اونم با بمباران هوایی یه گروه تروریستی رو میخوان بیان از بین ببرن؟ خود مردم عراق، ارتش عراق، نیروهای مردمی عراق کاملا قادر هستن این کار رو بکنن. اگر کمکی لازمه، کمک های از جنس ایران باید انجام بشه. اگر کمک ایران نبود، داعش کردستان رو گرفته بود. سردار بزرگوار ما، سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی داعش رو گرفت و اونا نتونستن وارد اربیل بشن. و فرماندهان ما به صورت مستشاری کمک کردن به ملت عراق، به نیروهای مردمی، با بسیج اینها تونستن این کار رو بکنن. و الان تو این روزها هم خبرها رو میشنویم دیگه، به جای اینکه داعش رو بمباران بکنن، نیروهای عراقی رو دارن بمباران میکنن. زن و بچه هم کشته شدن. بله. چند نفر تو این بمباران. بله. نه، اینا یک بازی، یک نمایشنامه است اینا دارن اجرا میکنن. اصلا اگر قرار باشه که مثلا یک به اصطلاح ارتش کلاسیک مثلا بخواد وارد بشه، مثلا مثل نیروهای نظامی ما، واقعا در حد 5 تیپ 6 تیپ ممکنه وارد بشه، کل قاهره هم ختم بده. نیازی هست مثلا روز اینا حدود 700 ساعت دارن عملیات پروازی دارن تو منطقه انجام میدن. برای چی دارن این کارا میکنن؟ اصلا
مناطقی که درگیری درش وجود داره شمال عراقه. اینا بیشتر پروازاشون الان میبینید در خیلی از اوقات جنوبه. برای چی جنوب پرواز میکنن؟ جنوب عراق دنبال چی هستن اینا؟ اینا مسائل دیگه ای رو تو منطقه دارن دنبال میکنن. سردار، من تا با شما هم صحبت هستیم راجع به یک دوتا اتفاق خوب هم که در حوزه مدیریتی شما و همکارانتون اتفاق افتاد بپرسم. ما بعد از اون آرکیوی 170 که برسات نشونیم از آمریکایی و مهندسی معکوس که و دستاورد خیلی بزرگی بود، این پهباد هرمس بود که در منطقه نتنز سرنگون شد، بفرمایید که مبدا پروازی این مشخص شد کجا بود و جزئیات این ماجرا چی بود؟ بله، یک هواپیمای بدون سرنشین پنهانکار جاسوسی رژیم صهیونیستی بود و مأموریتش هم برای رژیم صهیونیستی بود و همون روزهای اول هم اشاره کردیم با توجه به مسافتی که میتونست طی بکنه از کشورهای منطقه این در واقع به پرواز در اومده و تقریبا بالای 95% برای ما همون روز اول محرز بود از خودم کشور اومده. منتها با کارهایی که کردیم، با اطلاعاتی که تخلیه کردیم، با کار کارشناسی که انجام شد، از نظر ما 100% مشخص شد که این مبنش کدوم کشور بوده. این رو هم به اطلاع مسئول محترم در دولت رسانده شده، اونها هم اقداماتی رو شروع کردن، منتظر هستیم انشالله. البته ما در بخش دفاعی و نظامی کارا خودمون انجام میدیم، ولی خب در حوزه سیاسی هم عزیزان مشغول هستن، فعالیت خوبی رو شروع کردن و خب به هر حال موفقیت بزرگی بود. حالا این که بالاخره شما اگر قائل به این باشید که در ایران و کشورهای اطراف و منطقه رژیم صهیونیستی و امریکا جاسوسی نمی کنه، که خب این اصلا بعید، اینجوری نیست، حتما این کارا رو میکنن. و این که خبری از زدن این گونه هواپیما ما در کشورهای دیگه نمیشنویم، خب این نشانه سختی کاره. و این که در جمهوری اسلامی ایران الحمدلله این اتفاق افتاده و همین حرکت اخیر، این نشان از هوشیاری رزمندگان و نیروهای در واقع پاسدار و ارتشی ما داره، که خب موفقیت بزرگی بود. این هواپیما هواپیمایی بود که هم شناساییش، هم کشفش، هم زدنش به هر حال کار ساده‌ای نبود، چون به هر حال این هواپیمای نچندان بزرگ و کاملا پنهانکار و در بدنه اون تقریبا خیلی ناچیز شاید فلز به کار رفته، رادارها به راحتی اون نمیتونن کشف بکنن. و همین رو هم خدمت شما عرض بکنم که در واقع کشف این رهگیری توسط سامانه‌هایی که توسط دانشمندان ایرانی ساخته و تولید شده در واقع این اتفاق افتاد. بسیار خوب، جای تبریک هم داره. خیلی متشکرم از هر دو عزیز، سردار فضلی بزرگوار، سردار حاجی زاده، و مجدد تبریک میگیم به همه شما بزرگواران و همه کسانی که در حفظ و حراست این سرزمین کوشا هستن. اگر نکته در پایان دارید در خدمتتون هست. من خدمت شما و بینندگان عرض کنم که باید گشت دنبال اون چیزی که چطور اتفاق میفته که الان مجموعه مختلف تو این چند سال حزب الله لبنان، رزمندگان فلسطینی، مقاومت اسلامی در عراق، رزمندگانی که در عراق هستن، همین امروز اخبار شما نشون میداد، امشب قبل از این برنامه روندی که در یمن به وجود آمد، چه عاملی است که توانمند میکنه این ملت ها رو که در برابر روندی که استکبار پشت اون هست بایستن و موفق بشن؟ این یک رمز بسیار ساده ای داره. شما در هر جایی ببینید که مردم یک کشوری، رزمندگان یک مجموعه، به نوعی نفسشون با نفس رزمندگان اسلام، نفسشون با نفس کسانی که تفکر ولایت فقیه رو در زمان حضرت امام و در زمان امام خامنه‌ای داشتن، با این تفکر و با این نفس قدسی آشنا شدن، میتوانن همون نتایجی رو که رزمندگان ما در این جغرافیا گرفتن در جغرافیا دیگه بگیرن. یک نگاه کنید، همه دنیا با هم جمع شدن که از سقوط مبارک جلوگیری بکنن. چند روز مبارک دوام آورد و اونها دوام آوردن؟ کمتر از 20 روز. همه دنیا با هم متفق شدند که حکومت بشار اسد رو ساقط و سوریه رو ساقط کنن. نتونستن ساقط کنن. چرا نتونستن ساقط کنن؟
خودشون اعلام میکنن به خاطر اینکه ایران از حکومت سوریه پشتیبانی کرد. اونا ماده نگاه میکنن ولی اصلی ترین موضوع رو که نمیتونن بفهمن، یعنی اصلی این رمزیست که تا کسی مسلمان نشود، تا کسی در روند انقلاب اسلامی قرار نگیرد و پیروی ولایت فقیه نباشد نمیتواند بفهمند. ولی تحلیلی که میکنن به صورت مشخص میگن که پشتیبانی ایران. ما چه پشتیبانی کردیم؟ مثلا پشتیبانی که ما کردیم از پشتیبانی که اونا از همپیمانش خودش کردن اصلا قابل مقایسه نیست. اصل موضوع این تفکر، این باور هست. نفس اونها به نفس رزمندگان اسلام، که نفس کسانی که 8 سال دفاع مقدس رو آفریدن، به نفس شهیدان مثل شهید خرازی و شهید کاظمی و شهید باکری و اینا، و به نفس شهیدان زنده مثل شهید زنده ما سردار سلیمانی و امثال هم، به این لحاظ، به لحاظی که این نفس به این نفس ارتباط پیدا کرد، رمز موفقیت این عزیزان است. مسلماً در هر جای این رویارویی وجود داشته باشد، نتایج همین نتایجی که به وجود آمده است. ولی متاسفانه به لحاظ عدم درک، چه درک اون چیزی که گفتم قادر به درکش نیستن، و چه درکی که قاعدتاً باید یک کشور که خودش رو مدعی ابرقدرتی است، مدعی است که میخواد که سلطه بر دنیا داشته باشه و سیاستمداران بزرگی باید داشته باشه، اون رو درک بکنن که اشتباه محاسباتی یک بار دو بار، البته در بعضی از مواقع اعلام کردن، اوباما رسما اعلام کرد که دیگه امریکا وارد جنگ زمینی نمیشود. حتی توی همین ماجرای اخیر هم که بعضی از فرماندهان نظامی امریکا احتمال ورود ارتش امریکا را در جنگ زمینی دادن، بلافاصله اوباما گفت تحت هیچ شرایطی ارتش امریکا وارد جنگ زمینی نمیشود، به خاطر اینکه بعضی از امورات رو فهمیدن. و این موضوع بسیار اساسی است و ملت ما افتخار باید بکنن که به لحاظ روندی که داشتن و به لحاظ باورها و روندی که فرزندان اونها، رزمندگان اونها داشتن، این عظمت برای اسلام، برای انقلاب اسلامی و برای مردم ایران به وجود آمده است که مستکبرین دنیا در برابر این عظمت خاشع شدن و مطمئن شدن که نمیتوانن با انقلاب اسلامی در بیفتن. بسیار خوب، خیلی متشکرم صدر خدایی و همطور صدر حاجزاده عزیز. ضمن سپاس از شما بیننده عزیز و گرامی، دعوت میکنم اگر تمایل دارید شرح مکتوب و روایت تصویری گفتگوی امشب رو مجددا ملاحظه بفرمایید، به پایگاه اطلاع رسانه ما با آدرس yjc.ir باشگاه خبرنگاران مراجعه بفرمایید. شب بخیر و التماس دعا.